مشتبه امینی، پژوهشگر علوم اسلامی از لندن با ما همراه هستند. جناب آقای امینی، سلام عرض ادب. سلام بر شما و بینندگان عزیزتان. بزرگوارید. آقای امینی، اهداف دولت بریتانیا برای اجرای سیاست‌های ضد مهاجرتی چیه؟ بفرمایید. در پی اهدافی که برگزیت برای خروج از اروپا دنبال کرده و میکنه و همینطور که در گزارش همکارتون اومد که به خیلی از نکات اشاره شد، یکی کم کردن پذیرش پناهندگانه، دوم جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران از کانال مانش و ارسال اونها پس از ورود غیرقانونی به کشور سالس، سپس قرار دادن قوانین جدید برای پناهجویان غیرقانونی که پس از ارسالشون برای همیشه از ورودشان به بریتانیا گرفته بشه. البته همیشه با مشکلاتی مواجه بوده، از حیث مراحل قانونی، از نظر مجلس اعیان یا از حیث قوانین حقوق بشر مصوبه سازمان ملل یا از حیث وکلای مختلف که در موارد متعدد اینا ذی‌نفع هستند. به واسطه برجسته شدن یک سری از این اهداف و یک سری سرمایه‌گذاری‌هایی که در خارج از کشور انگلیس شده، ناچارن مجبورن که یک سری اهداف رو پیگیری کنند در ضمن مقاصد 12 گانه‌ای که بعد از برگزیت مطرح کردن، چون به خیلی از اونها نتونستن برسن. به واسطه برجسته شدن اینها، به واسطه هزینه‌ای که کردن، یک مقداری بیشتر روی این قضیه دارن تمرکز میکنن. بله، چرا دولت ریشی سوناک با وجود حکم دادگاه عالی اصرار بر اجرای طرح‌های ضد مهاجرتی خود داره؟ علتش همونطور که اشاره شد، علت واقعیش هزینه‌های گزافیه که در این مورد کردن، بدون توجه به گردش مالیش که خیلی بعید به نظر میرسه. افراد خاصی مثلا گوردن براون که در دولت‌های قبلی بودن و همیشه راضی بودن به ورود مهاجرین، به واسطه اینکه قانونی که بهش اعتقاد داشتن میگفتن که تا وقتی که مهاجر مالیات پرداخت میکنه هیچ اشکالی نداره که وارد این کشور بشه. اما یه دفعه چرخش 180 درجه‌ای و برقراری این گونه امور در واقع ضررهای اقتصادی هم در پی داره که تبعات خاصی رو به وجود میاره که حالا نمیدونم وقت دارم که بتونم به بعضی از اونها اشاره کنم. بله، آیا این روش‌ها دولت فعلی را موفق به اجرای سیاست‌های خود خواهد کرد؟ هرگز نخواهد کرد، به دلیل اینکه دولت‌های حزب کارگر و محافظه‌کار سالیان ساله که دارن با این قضیه دست و پنجه نرم می‌کنن و به واسطه ورود و خروج مهاجران، چه از بیرون به اینجا، چه از اینجا به بیرون، نیروهای جایگزین لازمه که به وجود بیاد و طبق قوانین مختلف حقوق افراد متفاوتاً مورد تضییع قرار میگیره. طبق کنوانسیون سازمان ملل از سال 1951 تا 67 که پروتکل امضا شد، هر کسی در هر جای دنیا حق داره که خودش رو مثلا به عنوان مهاجر اعلام مهاجرت کنه و طلب اقامت بکنه و حق نداره کسی او رو به اجبار به جایی بفرسته. و طبق کنوانسیون سازمان ملل و طبق قوانین حقوق بشر و طبق سیاست‌های اجتماعی که در جوامع دموکراسی وجود داره، این مسئله نشون میده که نمیتونه دولت ریشی سوناک با موفقیت این کار رو به سرانجام برسونه، به خاطر اینکه موانع عدیده بر سر راه اون وجود داره.